گرگ ها در رأس نظام آخوندی، در بحبوحه زهرخوران اتمی خامنه ای و در آستانه مذاکره 5+1 در ژنو. ارگان ولی فقیه ارتجا: غرب وانمود می کند به خاطر شرایط اضطراری به این فضای تحمیلی تن خواهیم داد. معاون وزیر خارجه آمریکا گفته است فریبکاری جزو دی ان ای این حکومت است. کیهان خامنه ای: شروط غرب علاوه بر هسته‌ای به خصوص در مسائل منطقه‌ای و حقوق بشری نیز دنبال می شود. ساده لوحی است اگر بپنداریم روی کرده آمریکایی ها در قبال ایران ذره ای تغییر کرده است. رفسنجانی: سخنان کمتر شنیده شده امام رابطه با آمریکا با نظر مردم است، اما اگری امام گذاشت که کلید حل بحران است. امام راه رابطه را تا ابد نبستند. ارگان ولی فقیه ارتجا به تیم مذاکره کننده اتمی آخوند روحانی هشدار داد که بحث غرب با نظام تنها به اتمی ختم نمی شود. کیهان در سرمقاله خود با عنوان دی ان ای حریف در مذاکرات ژنو نوشت: تلاش می کنند این خط القایی را برجسته نمایند که مواضع گروه 5+1 در مواجهه هسته ای با ایران همان مواضع قبلی است. وانمود سازند که ایران یک راه بیشتر ندارد و آن اینکه به خاطر شرایط به اصطلاح اضطراری نسبت به قبل تغییر مواضع بدهد. میکوشند جا بیندازند ایران به این فضای تحمیلی تن خواهد داد و قرار است غنی‌سازی را متوقف کند. شرایط ایران را پیش از برگزاری مذاکرات کاملا از موضع ضعف و انفعال به تصویر بکشانند. اظهارات و مواضع مقامات غربی هم این است که ایران باید اعتماد جامعه بین المللی را جلب کند و شفاف سازی را به بالاترین سطح برساند. وندی شرمن معاون وزیر خارجه و نماینده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای در اظهار نظری گستاخانه و غیر منتظره با بیان اینکه ایران باید در مذاکرات ژنو اعتماد سازی کند، در عبارتی موهن مدعی می شود فریبکاری جزء دی ان ای این حکومت است. بعد هم می خواهد ایران را مقصر شکست احتمالی مذاکرات معرفی نماید. این شروط در دیگر حوزه ها به خصوص مسائل منطقه‌ای و حقوق بشری نیز دنبال می شود. پس آنچه که مشخص است این که طرف غربی بازی را در پهنه گسترده تر از مذاکرات هسته‌ای در ژنو تعریف کرده است. کیهان خامنه ای به باند رفسنجانی و تیم مذاکره کننده رژیم هشدار داد: بنابراین ساده لوحی است اگر بپنداریم نگاه و رویکرد آمریکایی ها در قبال ایران ذره ای تغییر کرده است و این نکته است که هوشمندی مضاعف تیم مذاکره کننده ما را می طلبد. افق تعریف شده دشمن جلوگیری از جمهوری اسلامی است. دشمن در مواجهه با جمهوری اسلامی یک عزم جدی دارد و تلاشش رسیدن به نقطه است که نقطه مهار ایران نامگذاری شده است. بنابراین صورت مسئله روشن است و راه حل روشن‌تر.